آیسی بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم آیسی استپر موتور است. اما قبل از این که من بخوام این قسمت رو بگم، بذارید یه نکته در مورد انژکتورها بود خدمت شما عرض کنم. ببینید جدول‌هایی داریم به نام پارامتر، جدول‌های پارامتر. در این جدول‌های پارامتر که در قسمت ECU که در قسمت ABAP وجود داره و زمانی که وارد ABAP میشید قسمتی وجود داره به نام پارامترها، وارد اون قسمت میشید پارامتر مربوط به هر قسمتی به شما نشون داده میشید. به طور مثال اینجا زمان پاشش رو برای شما عنوان کرده بر حسب میلی ثانیه، یعنی میگه که زمان پاشش در ECU های پیکان RD مدل SL96 بین 4 تا 5 میلی ثانیه باید باشه، اما توی پارامترهای شما میبینید که این زمان خیلی متفاوت هست. نتیجه دیگه هم که میتونید از خرابی های انژکتور بگیرید همین قسمت پارامتر هاست. حالا نه فقط انژکتور، مطالب دیگر رو هم میتونید چک بزنید. ولتاژ باتریتون چقدر هست؟ دور موتوراتون چقدره؟ زمان پاشش، زمان دابلیو جرقه، آوانس جرقه، دمای آب، زاویه پدال گاز، اون مقدار پتانسیم دریچه گاز، موتور مرحله دور آرام یا همون استپر موتور که الان توضیح میدیم، سنسور اکسیژن و گشتاور. اینها موارد هایی هست که شما در جدول پارامترها، حالا مربوط به سایپا باشه یا مربوط به ایران خودرو باشه، برای شما گفته، نام ماشین ها رو قید کرده و اندازه هاشون هم گفته. پس زمانی که شما یک عیب میبینید بیاد قسمت پارامتر، پارامترها رو هم حتما چک کنید که ببینید پارامترها در اندازه معمولی خودشون وجود داشته باشه. اما آیسی استپر موتور یا موتور مرحله دور آرام، عمل کرده استپر موتور ما توی قسمت انژکتور کامل توضیح دادیم. هوای ورودی به قسمت منیفولد هوا رو کنترل میکنه. زمانی که بخوایم گاز بدیم این استپر موتور هست که با اضافه و کم کردن یعنی زمانهایی که مثلا دریچه گاز بسته میشه، این استپر موتور هست که تنظیم میکنه. مثلا تو سرعت بالا میرید یه دفعه پا رو از رو گاز برمیدارید، دریچه پروانه‌ای بسته میشه، هوا از کجا میخواد عبور پیدا کنه؟ از استپر موتور. استپر موتور اینجاست که باید تنظیم کنه که ماشین یه دفعه خاموش نشه، دوک نخوره، یا حالا موقع گرفتن کولر یا فرمان هیدرولیک وجود داشته باشه، یا بقیه مواردهایی که قبلا توضیح شده در قسمت سیستم انژکتور خدمت عزیزان عرض کردیم. اما در این قسمت ABAP خطای استپر موتور رو میده، خطای دائمیه. استپر موتور تعویض میشه، تست ولتاژی زده میشه، اما در نهایت میرسیم به ECU. در قسمت ECU این IC مربوط به استپر موتور میشه که اگر که شما توی این قسمت بخواید نگاه کنید قطعه 1225 با پایه های خروجی M2E3, M2D2, M2D3 و M2D1، ببینید نقشه ها متفاوت هست. یعنی اینکه در S2000 حالا مربوط به پژو پارس باشه، 405 یا یک ماشین دیگه یا پراید باشه، شماره پایه ها ممکنه با هم متفاوت باشه. شما باید خاص اون ماشین، به طور مثال اینجا نقشه چیه؟ S2000 موتور XU7 405 و خودرو پارس هست. این S2000 شما میتونید از اون استفاده کنید. حالا S2000 هم خودش ممکنه متفاوت باشه. S2000 مثلا 10-11 LC باشه، SLC باشه. اینا همه رو شما مد نظر بگیرید. توی قسمت شماتیک ما اومدیم کلیه ماشین ها رو جدا کردیم و هر کدومش مربوط به هر نوع ECUی که باشه برای شما چیکار کردیم؟ قرار دادیم. این همیشه به صورت دیتیل قرار بدید یا به صورت لیست قرار بدید. حالا اینجا 405 S2010 اگر که دو تا دونه داشته باشیم حتما یکیش با اون اولی کمی متغیر هست، یا یکیش اطلاع فنی هست، یکیش خود اصل نقشه هست. بعدی S2010 LC هست، SLC یا ILC هست، S2000 Valeo، SLC FC5 هست، باز S2000 Bifuel هست که سیستم گازسوز ساکشن 500 روش قرار گرفته،
S2000 ILC که مدل گازسوز لندی رنزو وجود داره، SLC که مدل OMVL هست و همه اینها S2000 هستن اما با ادامه متفاوت. شما باید اینو مد نظر داشته باشید و روش دقت کنید که به چه صورتی هست. شماره IC ما در این مدل ECU-L99C هست. همونطور که نوشتیم هست، در صورت خرابی خطای دائم استپر موتور داریم. پارامترهای مربوط به هوا و استپر موتور توی قسمت پارامترهای ABI یا نداریم یا اینکه اصلا یک مقدار بسیار بسیار متفاوتی هست. در اینجا قید شده و ماشین در حالت سلو کار نمی کنه. ماشین با کمی گاز دادن روشن میشه. این با کمی گاز دادن روشن میشه دلیلش چی هست؟ استپر موتور اصلا کار نمی کنه که بخواد کمی خودشو به عقب بیاره و بخواد یه مقدار هوای ورودی رو آزاد بذاره که وارد بشه و ماشین روشن بشه. به همین خاطر با یکم گاز دادن، گاز دادن یعنی اون دریچه پروانه ما یکم باز میشه، هوا به جای اینکه از طریق قسمت استپر موتور عبور پیدا کنه میاد از کجا عبور پیدا میکنه؟ از قسمت دریچه پروانه و ماشین رو روشن میکنه. اما پا رو که برمیداریم ماشین خاموش میشه. یا مورد دیگه که داریم اینه که بیشتر از 10 خطا در سیستم وجود داره اما پاک نمیشه. ممکن هست چراغ چک هم در صورت خطای استپر موتور برای شما به وجود بیاد که با تعویض IC مشکل ما برطرف میشه. دو تا دیود در کنارش داریم. اینو دقت بکنید که در صورتی که حالا بخواید IC رو عوض کردید و جواب نگرفتید، دو تا دیود رو حتما چکاپ کنید که ببینید به چه صورتی هست. اگر که بیایم توی این قسمت، این IC استپر موتور خروجی هایی که مربوط به هر کدوم از پایه ها رو هست نوشته، M2 D3، M2 D2، M2 D1 و M2 E3. این 4 تا پایه خروجی هست که از ECU به سمت استپر موتور میره. در بعضی از قسمت ها برای شما NC نوشته. NC یعنی نورمال کلاوز. کلاوز یعنی بسته، نورمال هم یعنی معمولی، یعنی در حالت معمولی این پایه ها هیچ استفاده ای برای ما نداره در این IC. پایه های دیگه هم که گفتیم MC باشه مربوط به میکرو هست، اما خروجی هایی که داریم میبینیم از دیود با اونا در ارتباط هست. اینجا قسمت آنود رو نشون میده، یعنی که منفی از این قسمت ممکنه بخواد وارد بشه. زمانی که دیود بخواد بسوزه یا اینکه اصلا یا شورت شده باشه، امکان داره که ما عکس العمل قسمت سیستم استپر موتور رو نداشته باشیم. با اینکه IC رو تعویض کردیم اما باز همچنان خرابی در سر جای خودش وجود داره. در این حالت میایم خازن، مقاومت و دیود اطراف اون قطعه رو چک میزنیم. مقاومت که گفتیم یک قسمتش رو، یکی از پایه‌ها رو در میاریم تستش رو میزنیم. خازن هم به همین صورت، یه قسمتش رو، یکی از پایه‌ها رو در میاریم تست میزنیم که باید بیزر یک صدا بده و بعد قطع بشه. دیود هم که گفتیم یک سمتش رو بیرون میارید، از یک سمت باید عبور کنه، از یک سمت جریان عبور نکنه، یا از یک سمت مقدار صفر، از یک سمت مقدار نیم یا 570 خورده‌ای رو به ما نشون بده. این چک کردن این قسمت‌هایی که در اطراف IC ما هستن. به طور مثال اگر یک دقتی هم بر روی پایه شماره 2, 4, 6 و 7 داشته باشیم، ببینید ولتاژی هست که توضیحش رو دادیم که از قسمت ریگولاتور میاد و میرسه بهش، یعنی ولتاژ تغذیه این IC پایه شماره 7 هست که همین قسمت ببینید به جای دیگه هم در ارتباط هست. شما میتونید قبل از حالا IC رو که باز کردیم با دادن ولتاژ پایه شماره 7 رو چک بزنید با بدنه، مقدار ولتاژ 5 ولت رو باید داشته باشید، یا قبل از مقاومت تست بزنید که مقدار ولتاژ 100% 5 ولت باید باشه. بعد از مقاومت ممکنه یک مقدار افت ولتاژی رو داشته باشید. اما در ECU های
دیگه ای که مثلا داشتیم در زیمنس استپرموتور اینجا هست، آی سی استپرموتور. دیگه سعی میکنم توضیح ندم از این به بعد. این شکل ها برای شما قرار داده شده در قسمت پیکچر آموزش. دیگه از اون به بعد وقتی میخواید بدونید که زیمنس کدوم آی سی قرار گرفته کجاست، فقط میاد اون فایل رو اجرا میکنید. زیمنس رو برای چی شما قسمت رو و قسمت پشتش رو نشون میده که هر کدوم از این آی سی ها مربوط به چه قسمتی هستن. دیگه نیازی به نگاه کردن فیلم نداره. توضیحاتم که وقتی میدیم تقریبا فکر کنم در ذهن دوستان قرار میگیره، یا در SL96 آی سی استپر موتور ما در اینجا وجود داره که الان برداشته شده. میدونید خرابی مثلا از استپر موتور بوده، آی سی رو برداشتن، حالا باید یه دونه آی سی بر سر جای اون قرار بدن. دیگر ای سی یو هم به همین شکل هست. ما در پوشه های دیگمون این قسمت رو سعی کردیم برای عزیزان قرار بدیم. بوش که دارای چند قسمت حالا انواعی که داره، BSI، BSM، کام 2000، S2000 که به طور مثال به JC4، JCI و S2000 10، 11 تا 35 وجود داره. ساجم SL96 و زیمنس رو برای شما قرار دادیم. پوشه هم هست به نام شماتیک که شماتیک های داخلی ECU های S2010 برای شما CE و 35 قرار داده شده. پس دیگه حالا از این به بعد من سعی میکنم زیاد روی شکلهای دیگه نرم و روی یک شکل توضیحاتم رو بدم. همین توضیحات برای تمامی ECU ها صادق هست. وقتی میگیم استپر موتور این علائم خرابی هست و این موارد رو نشون میده، دوستان دیگه باید اینو بر روی بقیه ECU ها در نظر بگیرن. امیدوارم که این فیلم برای دوستان مفید بوده باشه. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.